خب عزیزان و گرامیان، خوش آمدید. ادامه برنامه عصر حریبا هست. همچنان با شما عزیزان هستیم و تشکر و سپاس داریم از اینکه بازم شما بیننده تلویزیون اصلاح هستین. عزیزان و گرامیان، در این قسمت برنامه یک خواهر خورد و نازدانه در برنامه دعوت کردیم، بانو مدینه صدف جمالزاده. متعلم هستن در صنف پنجم و بیشتر صحبت میکنیم راجع به خودشان، راجع به اینکه مکتب چی گونه سپری کردن و چی اهداف و چی آرزوهایی در آینده دارن، بیشتر با خودشان صحبت میکنیم. سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه. به نام آن که هستی از عدم کرد، زلال علم جاری از قلم کرد. به نور خود چراغ دانش افروخ، به انسان شیوه دانایی آموخ. عرض سلام و وقت بخیری دارم از شما و از تمام بیننده های تلویزیون اصلاح. مدینه صدف جمالزاده و متعلم صنف پنجم. متعلم صنف پنجم، بانو مدینه صدف. بله. چقدر نام زیبایی. نام خود تو انتخاب کردی؟ نام برای پدرجان انتخاب کردم. خود تو انتخاب نکردی؟ نه دیگه، خود نکردم. حالا خوش میاد؟ بله، یا خیلی خوش میاد. خیلی خوب، خیلی خوب. مثل جالب بود اگه یک روز یک نفر گفت من جنجال دارم، چرا اسم خود من انتخاب نکردم؟ وقتی که 5 ساله و 6 ساله شدم فهمیدم که اسم من امینه. خیلی روشن دیگه، باز بعد همین وقت متوجه شدی بازم خوبه. خب بانو، تنها مدینه اگر بگم مشکل داره؟ یا فرق نمیکنه؟ یا کلاً باید بگم فرق نمیکنه؟ مدینه صدف بگیم بهتره. مدینه صدف میگم. خب بانو مدینه صدف، در مکتب چند سال درس خوندی که صنف 5 شدی؟ به مکتب من 4 سال درس خوندم و صنف 3، به خاطر که من یک دانش آموز موفقی بودم به صنف دوم، تونستم صنف سوم خورم امتحان لیاقت دو. خیلی خوب. در مکتب چند نمره ای؟ در مکتب دوم نمره ایم. دوم نمره. صنف اول چیگونه بود؟ خوب بود؟ بله، خوب بود. چیگونه سپری کردی؟ خوب بود. بعضی حرفا استاد خورگوش نمی کردم چون که خیلی خود بودم، اما وقتی که بزرگ شدم به این مقام رسیدم، قدر استادا خود بفهمیدم و از تلاش هایی که از درس هایی که اونا برای ما دادم استفاده کردم و خود خود به اینجا رسوندم. خیلی خوب. در مکتب صنف اول هرچی نگی کمی سخته برای بعضی ها چون که تازه وارد مکتب میشن. روز اول و دومی که به مکتب شدی یاد نکردی مادر جان یا پدر جان یا اعضای فامیله؟ بله یاد کردم، اما باید به درس به مکتب به درس ها بیشتر کوشش کنیم و امیدوار ادامه دادم. گفتم غمی نداره، باز پس میرم به پیشینا. همینجوری ادامه دادم. خیال استاد خور فکر کردم مادر منم، مثل مادر من خودم حرف میزدم، کار میکردم و اصلا به مکتب که میدم یادی از مادر خود نکردم. آفرین. و آفری. در مکتب باز دوستم داشتی و خود دوست پیدا کردی؟ بله، خیلی یک دوستای مهربانی خوبی و خود پیدا کردم و همیشه با صداقت بودم، یعنی امانت دار بودم. خودم چیزی که به دست ندادم امانت نه خیانت نیست، اصلا نکردم. معمولا وقتی تفریح که میشد چی تفریح رو به مکتب انجام میدیدی با دوستا؟ با دوستا خب بیشتری هیو درس میخوندم. اون مثل اونی که نمیفهمیدم اونا میامدن خودم کمک میکردن و من دیگه میفهمیدم. وقتی که منفتیم به سر صنف دیگه استاد تمام چیز از ما میپرسید و ما یاد داشتیم. دوست داری صنف اول پس بشی یا نه پس بری صنف 6 تا 7 اینا؟ منظور از این چیز لیاقت و در کنار از اون وقتای خوشی که در مکتب سپری میشد. او وقتایی که خوشی که من با دوستا خود داشتم آلکم دارم و با دوستای جدید خوب بعضی دوستا معقب موندم، امتحان لیاقت ندادم و آله از صنف 4 تا آله به خود دوست پیدا کردم. خیلی یک دوستای خوبی هم. چند تا دوست داری همه آله به مکتب؟ 17 تا. 17 تا؟ نام خدا، نام خدا. 17 تا مثل خود تو همین قسم لایق و در کنار زو با اخلاق و کسانی هستن که خوب صحبت میکنن، همین قسمه؟ بله، بعضی ها شاید بشرمن و بعضی ها خیلی با جرعتن. تو کوشش میکنی اونا رو بگی با هم بیار صحبت کنیم که نشرمی، مثلا نباید از حرف زدن اینا بترسیم، در کنار زو خدیم صحبت بیشتر بکنیم که بیشتر شوق و علاقه به درس پیدا بکنن؟
بله، زنگات افری خیلی اونا تشویق میکنه که اونا بیاین سخن بگوین و خوب حرف بگوین. در مکتب صنف اول کدام مضمون خیلی دوست داشتین؟ در مکتب صنف اول من مضمون نقاشی خیلی خوش داشتم. نقاشی هم یاد گرفتی؟ کدام چیزی نقاشی کرده میتونی؟ بله. مثلا چی چیزی نقاشی کرده میتونی؟ مثلا من میتونم عکس یک گرگ نقاشی کنم. گرگ، خیلی خوب. میتونم یک منظره زیبای نقاشی کنم. آفرین، آفرین. صنف چهار هست، متال نمیتونم. من نمیتونم حتی می چوکیل بکشم. فکر میکنم اگر می چوکیل بکشم شبا میشه. صنف دو چه قسم بود؟ صنف اول چند نمره شدی؟ صنف اول اولا که خیلی به درس شوق نداشتم و آخر که شد اول شدم، به خاطر که پدرم خیلی کوشش میکردن که من بتونم مثل دخترها دیگه خود خوب برسونم و من کوشش کردم دیگه، خیلی کوشش کردم و خود خوب اول رسوندم. آمادگی هم بخوندی؟ نه خیر، آمادگی نخوندم. آمادگی نخوندی، بازم به مکتب صنف اول نمره شدی. آفرین، خیلی خوب است. صنف دو چیگونه بود؟ صنف دو خیلی خوب بود، با یکی از استادای لایق ما با تجربه ما کار میکردم و اونام اگر درس یاد نداشتی و نمیتونستی بخونی خوب با تو کمک میکردم و یک کلمه را اگر مجبور شدن 10 دفعه تکرار میکردم. در صنف دو کدام مضمون دوست داشتی؟ در صنف دو مضمون دری زیاد دوست داشتم. صنف اول نقاشی، صنف دو مضمون دری. صنف دو چند نمره شدی؟ صنف دو تقریبا دوم نمره شدم. دوم نمره. معمولا درجه هم همین است، اول، دوم، سوم. تفاوت آنچنانی نداره، شاید فیصدی اعشاری اینا تفاوت داشته باشه. وقتی که صنف دو تمام شد و آمادگی گرفتی به امتحان سویه و یا امتحان لیاقت، صنفیاتو نگفتم امتحان نده، باشک با ما باش؟ گفتن که نرو، ما خانواده ما اجازه نمیدن، تو هم خودی ما باش. من گفتم یعنی نمیشه، من دیگه وقتی که تجربه صنف سه دارم، من باید امتحان لیاقت و از وقت خود استفاده کنم و امتحان لیاقت دادم برفتم صنف چهارم و دوستام بازم گفتن که کاش که نمیرفتی، دوست خوبی بودی خودی ما. خب میگفتی که ما باز هم با هم دوست هستیم دیگه، این که باز چون که من یاد دارم حداقل یک سال بیشتر میتونم کار کنم، نه؟ بله، دوست صمیمی یگانه هنوزم خودی منه، میفهمه که من تجربه داشتم و یک دوست خوبیه، بفهمید که من تجربه دارم، میتونم امتحان لیاقت دم و مر درک کرد و دوستا دیگه من مر درک کردم. خیلی خوب. و در کنار زید امتحان لیاقت هم طبعا آمادگی و کار داره، یعنی تو باید آمادگی بیشتر میگرفتی. بیشتر وقت آمادگی ها که بود کی به تو کمک میکرد؟ بیشتر وقت خود کمک میکردم. بله، برار کلون می خوهرام خودم کمک میکردم، می تشویق میکردم که تو باید امی درسار بخونی، می کلمه ها می دادم، می خود می باز میگیرفتم اونا رو حل میکردم، باز میرفتم اونا امسا میکردم، اگه غلط بود غلط میزدم، اگه درست بود درست میکردم. آفرین، آفرین. صنف چهار که شدی طبعا باز بعضی مضمون های اضافه شده نسبت به صنف اول. بله. دو و سه و دوستا جدیدی هم پیدا کردی، خب؟ بله. و چگونه بود صنف چهار برای اول که رفتی؟ کمی بیگانه نبودن صنفیاتو؟ بله خیلی بیگانه بودن، ولی با گذشت زمان دوست شدم خودیم. اولین دوستی که به خود پیدا کردم نومی و هستی بودن. خیلی یک دوست خوبی بود، همیشه در کنارم بودن و بعد از او هستی دیگه خوب درس میخوند و هم کوشش میکرد. خیلی یک دوست خوبی هم بود. آفرین. اول نمره صنف چهار که تو رفتی نگفت تو با من لیاقت میکنی، چرا تو به صنف چهار آمدی یا صنف سه خون میخوندی؟ این شکل رقابت بود یا نه؟ شکل رقابت که بود، اما من کوشش کردم دیگه خود خوب به اونا برسونم، درسایی که یاد نداشتم یاد بگیرم و اونایی که به جایی که نمیتونستم برسم خود خوب برسوندم. آفرین. در صنف چهار کدام مضمون دوست داشتی؟ به صنف چهار من تقریبا مضمون انگلیسی خوش داشتم. انگلیسی، صنف چهار، ها دیگه صنف چهار شروع شد، انگلیسی نه؟ صنف چهار مضمون های به نام انگلیسی، پشتو هم شروع شد؟ بله، یا پشتو. انگلیسی، پشتو، دیگه ساینس، علوم اجتماعی، دیگه چیزی نبود نه؟
نه. خب صنف چهار چندم شدی؟ صنف چهار اول که نمیفهمیدم چندم شدم، بعد از او با آخر سال که رسیدم دوم شدم. دوم نمره، آفرین آفرین، خیلی خوب است. حداقل از من لایق تری. من همیشه یا دوم بودم یا بیستم بودم یا مشروط بودم یا بعضی وقتا نکام بودم، اول نمره کم شد، شاگرد لایق نبودم به مکتب. خب بانو مدینه صدف صنف پنج چیگونه شد؟ صنف پنج دیگه امسال، دیگه سال کرونا هم بود دیگه، امسال صنف پنج شدی نی؟ بله بله، امسال صنف پنجم و ما یوم بروم صنف ششم. به گذشت زمان مثلا یک هفته بعد، دو هفته بعد امتحان سالانه ما شروع میشه و من میرم صنف ششم و با مو دوستا خواهیم، اگه اونا امتحان لیاقت دادم اونا میرم، اگه من امتحان لیاقت دادم من خودی از اونا میرم. خب دیگه صنف پنجم هم خیلی یک درس خوبی داره، استادام تغییر نکردم، استادام خیلی استاد خوبیم و اگر یک کلمه یاد نداشتم ده دفعه تکرار میکردم، میگفتن تا ما یاد گیریم. کدام استاد زیاد دوست داری؟ کدام استاد زیاد دوست دارم؟ تمام استادا خور زیاد دوست دارم، تمام استادا. تمام استادا، نام نمیبری یک استادی که خیلی دوستیش داشتی نسبت به بقیه؟ خانم حسین زاده. خانم حسین زاده، کدام مضمون؟ مضمون کامپیوتر. کامپیوتر و نگران صنف. خب خب خیلی خب، معمولا نگران صنف به این خاطر چون که هم زیادتر هست با همون شاگردا و هم در کنار از او هر روز میایه و سر صنف، بیشتر هم شاگردا او رو دوست دارن. خیلی خوب است. صدف مدینه جان، دوست داری با آینده چی کاره بشی؟ دوست دارم با آینده دکتر باشم. دکتر؟ بله. اگر معلم بگم بیا معلم باشو، دوست داری؟ یا نه؟ اگر شد خب بله، اگر نشد همون من دکتری رو زیاد درست اول بگو دکتری دیگه. پس اول پس دکتری، بعد اگر خدای نکده نشد باز معلم. معلمی. و در خانه بیشتر کی با تو کمک میکنه؟ در خانه بیشتر برای من همگی کمک میکنن و بعضی ناخدای بیشتر برای من برادر کلان کمک میکنه. برادر کلان تو کی کسی بیشتر تو تشویق میکنه، مشوق تونه؟ همگی مر تشویق میکنن، میگم همین راه ادامه ده، راه خوبیه، برو تو میتونی. برای من همگی مر تشویق میکنن و بیشتر مر پدر و مادر می تشویق میکنن، میگن که تو میتونی، تو برو و اگر پولی هم نداشتیم بازم از هر جا که شده پیدا کردن و ما رو به مکتب خصوصی ری کردن و بتونستیم این راه ادامه ده. بسیار خوب است. و صنف پنج دارم، البته صنف شیش دارم، دوست داری که امتحان لیاقت بدی؟ صنف شیش بله دوست دارم، اما نمیشه دیگه، نمیتونم دیگه دوست آخر ترک کنم برم. خب خب، بس هنوز همو میر و محبت دوستاتو هست با تو. گفتی یک بار بعضی دوستا رو از دست دادم، البته از دست خونه دیدی دیگه، اونا هم هستن. هستن اونا هم هستن، اما باز بیشتر به اونا نیستی. باز دوباره نمیگیر تکرار شه. بله یا خب، کدام تحفه هم به برنامه داری؟ بله، من یک تحفه دارم برای پدر زحمت کش خو و مادر خو. خیلی. اول میخونم برای پدر جان خو. پدر ای پدر شیرینم، سوی تو شام و سحر میبینم، قصه گفتی ز گل و باغ و بهار، قصه از آب روان و جوی کنار، حرف تو به من پندی شد، طالبم باز به لبخندی شد، خوب زندگیم از تو بود، بخت و پایندگیم از تو بود، دوست میدارمت ای سایه عمر، دوست میدارمت ای مایه عمر. آفرین، خیلی عالی. راجب ارزش و جایگاه والای پدرجان بود. بله. خیلی خوب. راجب مادرجانم شعری هست؟ بله. بگو. مادر، آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، ارچه دارن این جماعت از دعای مادر است، آن بهشتی را که قرآن می کند توصیف آن، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. آفرین، جنت زیر پای مادر و همچنین زیر پای والدین، باید همیشه احترام به اونا داشته باشید. خواهر خودتر و یا برادر خودتر هم از خود داری؟ بله یا دارم،
تال خوار میکو نشده به مکتب، اما برادر میکو شده سیم و دوم تال اصلا دوم نمره نشده اول نمره، و من اون خیلی کمک میکنم به درسایو، مثلا از استادیو بیشتر شاید نبری و کمک کنم به خانه بری، از او همیشه املای شب بری و میگو و اون خوب 20 میگیره، هر روز که میگم اون هم بری و تکراری شده و کلمات با کلمات جدید آشنا میشه و خیلی به پسر خوبیه. آفرین آفرین. دوست داری که او هم امتحان سویه بده زودتر با هم شما به یک سنف باشین؟ البته به یک سنف نه، یعنی سنف پنج، او هم سنف پنج باشه، تو هم سنف پنج یا سنف شیش. دوست دارم اگر او هم بتونه و من کمک میکنم، اگر تو نیست خب میایه، اگر نتونیست خب قمی نداره، ما رو چیز نمی کنیم، نگران نمی کنیم و نمیگیم که تو ایت بودی تو ایت بودی، چون که او از درس دل سرد میشه. باز آفرین، خیلی خوب. او بیشتر کدام مضمون دوست داره؟ او تمام مضمون ها خور دوست داره، او یک پسر لایقیه، استادا خیلی از تعریف میکنن. من هر روز گرفتم به در سنفرین ها میگفتم استاد یه کاری هست که من بکنم برای علی عثمان جان، و استاد میگه نه تو خیلی کمک کردی، علی عثمان خیلی خوبه به درس ها. الهی شکر، آفرین آفرین. میگم به خونه کار نمیکنی تو؟ کار میکنم. کار میکنی؟ بله. یا میگم بعضی وقتا مادر جان صدا میکنم بیا یکمی کار خدمه بکن، یا مثلا یک کار از آشپزخونه اینا باشه، میگیم نه من میرم درس میخونم. گاهی وقتا اگر خیلی درس به زرم زورامات میرم درس خور میخونم، و به مادر جان خب اون کار بگذارین شما نکنی، باز من وقتی که از درس خلاص شدم حتما میام اون کار میکنم. دوست داری به خونه چی کار بکنی؟ دوست دارم به خونه بیشتر آشپزی کنم. چی چیزی پخته کرده میتونی؟ فعلا کوبیسن دخوا میتونم تخم مرغ پخته کنم، املت کنم، چیپس، شیر دوستم، فرنی جور کنم، ماکرانی جور کنم. آفرین آفرین. من چیپس و تخم مرغ یاد دارم، و هم البته اگر نسوزه یک نفر دیگه باز باشه بازرسی بکنه. خیلی خوب است، خیلی خوب. بانو مدینه صدف، اگر یک پیام داشته باشی به همسن و سالاخ. بله، من به هم سن دو سالا خو میگم که اونام بیایم، یک راهی رو ادامه دم، یک زندگی جدیدی خو با خو شروع کنم و بازیگوشی نکنم، به حرف پدر مادر خو کنم و قدر درس خو بدونم، قدر زندگی کردن خو بدونم که بعدا پشیمون نشم. آفرین آفرین. تشکر بانو مدینه صدف جمالزاده، یک تن از نوجوانان خیلی موفق، از اینکه در برنامه تشریف آوردید. تشکر. تشکر از شما که تا اینجگا، از بیننده های عزیز که تا اینجگا ما رو همراهی کردن. سلامت باشید. تشکر. و تشکر از شما بینندگان عزیز، عزیزان و گرامیان. درس های خیلی زیاد بانو مدینه صدف برای ما همه گفتن. وقتی که ما یک کار را انجام داده میتونیم و همکاری کرده میتونیم، چی خوب چی کلان خوب است که انجام بدیم. و والدین عزیز، همیشه مشوق اطفال خود باشیم و همیشه برای اینا انگیزه بدین، انگیزه مثبت، تا انشالله همچنان موفق بمانن. خب عزیزان و گرامیان، بخش خلاقیت میبینیم در ادامه برنامه با همکارم آقای نیکزاد باشید.